سلام دوستان عزیز، روزتون بخیر. درس 16 هم از ساعت 20 فایانس رو در کنار هم دیگه شروع میکنیم. اولین کلمه که امروز یاد میگیریم صفت یا ادجکتیو هوموفا هست. هوموفال به معنی شوخ. کسی که شوخ طبع هست گفته میشه هوموفال. به این مثال نگاه کنید. ایس این هوموفالا منش، اون آدم خیلی شوخی هست. ایس این هوموفالا منش، اون آدم خیلی شوخی هست. هوموفال، شوخ. زیش اپهیبن فعل باستابی یا رفلکسیوی هستش که معنی متمایز بودن و تفاوت داشتن رو به ما میده. زیش اپهیبن، همطور که میبینید رفلکسیوه. مثلا کسی یا چیزی متمایز از اشخاص دیگه. یماندن اودا اتفاس هیب زیش فون. مثلا به این مثال نگاه کنید. زی هیب زیش این ایغن لایستونگن فون ایغا کلیکین اپ. اون در توانایی هاش از همکارش متمایزه. زی هیبت زیش این ایغن لایستونگن فون ایغا کلیکین اپ. اون در توانایی هاش از همکارش متمایز هست. دوستان عزیز، اسم مؤنث دی شوشه به معنی ضعف و ناتوانی هستش. دی شوشه، ضعف، ناتوانی. مثلا یه داحت زین ایگنن تالنت اون شوشن. هر شخصی توانایی ها و ضعف های خودش رو داره. یه داحت زین ایگنن تالنت اون شوشن. هر کسی توانایی ها و ضعف های خودش رو داره. دی شوشه، ضعف، ناتوانی. دی آفلگه، اسم مؤنث دی آفلگه به معنی شمارگان یا تیراژ است. مثلا تیراژ روزنامه. دی آفلگه ده سایتونگ ایز زامستاگز ام گروستن. بیشترین تیراژ روزنامه در شنبه هاست. در واقع شمارگان یا میزان تولید یک چیزی رو میگن. دی آفلگه ده سایتونگ ایز زامستاگز ام گروستن. بیشترین تیراژ روزنامه در شنبه هاست. و اما اسم مؤنث دی بفشتونگ. دی بفشتونگ به معنی نگرانی و دلواپسی هستش. مثلا ماینه بفشتونگن واقن اون بگروندت. نگرانی های من بیدلیل بودن. دلواپسی های من بیدلیل بودن. ماینه بفشتونگن واقن اون بگروندت. نگرانی های من بی دلیل بودن. دی بفشتونگ، نگرانی، دلواپسی. دی پوپولاریتت به معنی محبوبیت هست. دی پوپولاریتت، محبوبیت، همونی که یک کسی یا یک چیزی خیلی محبوبه بین مردم. مثلا فوتبال افخوید زیش گروسا پوپولاریتت. فوتبال از محبوبیت زیادی برخورداره. فوتبال افخوید زیش گروسا پوپولاریتت. دی نوتسونگ دوستان یعنی استفاده، بهره برداری کردن از چیزی، استفاده کردن از چیزی. گفته میشه نوتسونگ، خیلی استفاده میشه. مثلا دلیغا الاب دی نوتسونگ فون تشن قشنن ویغن دس تست. آموزگار استفاده از ماشین حساب جیبی رو هنگام آزمون مجاز کرده، اجازه داده. دلیغا الاب دی نوتسونگ فون تشن قشنن ویغن دس تست. پس دی نوتسونگ به معنی استفاده و بهره برداری هست. دهغان واکسنده، دهغان واکسنده به معنی بالغ، بزرگسال. مثلا از هغان واکسنده حت من میت گویسن دینگن سو کمفن. آدم باید به عنوان بزرگسال با چیزهای جدی مبارزه کنه. از هغان واکسنده حت من میت گویسن دینگن سو کمفن. آدم باید به عنوان بزرگسال، به عنوان یک آدم بالغ با چیزهای جدی مبارزه کنه. گروساتی صفت عالی و بی‌نظیره. وقتی می‌خوایم یه چیزی بگیم خیلی بی‌نظیره، می‌گیم گروساتیش. مثلا ماین هاوس بیتت اینن گروساتیگن آوس بلیک اوبر داس میر. خونه من یه چشم‌انداز عالی به دریا داره. یک چشم‌انداز بی‌نظیر به دریا داره. این بی‌نظیری عالی رو با گروساتیش نشون دادیم. ماین هاوس بیتت اینن گروساتیگن
Ausblick über das Meer. خونه من یه چشم انداز عالی به دریا داره. Imitieren دوستان یک فعل هستش به معنی تقلید کردن. Imitieren تقلید کردن. مثلا Du musst nicht alles imitieren. تو نباید همش تقلید کنی. Was dir gefällt. تو نباید از هر چیزی که خوشت میاد تقلید کنی. Du musst nicht alles imitieren. Was dir gefällt. تو نباید از هر چیزی که میپسندی تقلید کنی. Imitieren. تقلید کردن. فعل umschreiben به معنی بازنویسی کردن و اصلاح کردن هست. Umschreiben. مثلا Man kann es nicht übersetzen. Man muss es umschreiben. نمیشه اون رو ترجمه کرد. اون رو باید بازنویسی کرد. Man kann es nicht übersetzen. Man muss es umschreiben. پس umschreiben به معنی اصلاح کردن یا بازنویسی کردنه. Der Bildband. اسم مذکر Der Bildband به معنی کتاب تصویری هست. زمانی که یک کتابی تصویری هست شکل داره گفته میشه Der Bildband. مثلا Das ist ein farbiger Bildband über die Alpen. این یک کتاب تصویری رنگی درباره رشته‌کوه‌های آلپ هستش. Das ist ein farbiger Bildband über die Alpen. این کتاب مصور یا تصویری رنگی درباره رشته‌کوه‌های آلپ هستش. دوستان صفت اون زخلیش به معنی غیر واقع بینانه است. اون زخلیش غیر واقع بینانه. Das war ein unsachlicher Einwand. اون یک اعتراض غیر واقع بینانه بود. Das war ein unsachlicher Einwand. اون یک اعتراض غیر واقع بینانه بود. فعل بیقاعده یا annehmen به معنی پذیرفتن و دریافت کردن هست یا قبول کردن. مثلا چیزی رو پذیرفتن. Etwas annehmen. یادتون باشه حالت آکوزاتیو هم داره. چیزی رو پذیرفتن. مثلا Ich nehme Ihre Einladung gern an. من با کمال میل دعوت شما رو میپذیرم. قبول میکنم. Ich nehme Ihre Einladung gern an. فعل جدا شدنیه. من با کمال میل دعوت شما رو میپذیرم. فعل فیغن به معنی مدیریت کردن هست. رهبری کردن. فیغن. مدیریت کردن. رهبری کردن. مثلا. زی هد دست رستورانت سن یاغ لنگ گفوت. اون رستوران رو به مدت 10 سالی که اداره میکنه. زی هد دست رستورانت سن یاغ لنگ گفوت. دوستان انرورن به معنی دست زدن و لمس کردن هست. فعل انرورن دست زدن لمس کردن. مثلا میخوام بگم به من دست نزن. رو میش نیش ان. رو میش نیش ان. به من دست نزن. فعل انرورن به معنی لمس کردن یا دست زدن. بله عزیزان این هم از درس امروزمون. حتما اونها رو تمرین تکرار بکنید تا کلمات در ذهنتون باقی بمونه. مرسی از بودنتون. تا قسمت دیگه برنامه خدا یار و نگهدار شما عزیزان.